احمد رضا پهلوی را که تلیه پیروزی ملت سر لوحه سعادت و دست یافت. بعد از 22 بهمن 1357 انقلابیون ایران اول با خود و بعد با دیگران قرار گذاشتند نقشه ایران از آنچه که هست کوچکتر نشود. کار سختی بود. جغرافیای بی‌نظیر ایران و منابع انرژی و زیرزمینی فراوانش چیزی نبود که استعمار از آن به راحتی دل بکند. همین است که در این 40 و چند سال در تلاشند اگر نتوانند اوضاع را به گذشته برگردانند، لااقل ایران بزرگ را به 5 ایران کوچک تقسیم کنند. اجرای این دستور را در هر زمانی گروهی بر عهده دارد، اما از وقتی تلاش‌های تهرانی مقدم و یارانش به بار نشسته است، این موشک‌های ایرانی است که همگی‌شان را تنبیه می‌کند. درست آنچه بر سر تجزیه طلبان کردستان، تروریست‌های داعش، نیروهای ویژه موساد در اربیل و سربازان آمریکایی در عین‌الاسد آمد. حسن تهرانی مقدم تا آبان 1390 بیشتر آرزوهایش را برآورده کرد، اما اصلی ترینشان مانده بود. اما نیکه اگر برآورده نشود، در این سوی عالم کسی روی آرامش را نخواهد دید. شاه ایران خرید سلاح را بیشتر از هر کار دیگری دوست داشت. برای همین بزرگترین خریدار جنگ افزار در زمان خودش بود، مخصوصاً از ایالات متحده آمریکا. شاه از آمریکا همه چیز خرید، از سلاح‌های انفرادی گرفته تا ادوات سنگین نظامی مثل تانک، ناو جنگی و هواپیما. با این وجود در لیست خریدهایش به دلیل وجود یک قانون موشک زمین به زمین نبود. این قانون تنها مختص به ایران هم نبود. بر طبق این قرار نانوشته، فروش سلاح به کشورهای مسلمان باید به گونه‌ای باشد که در بدترین سناریوی ممکن امنیت صهیونیست‌ها به خطر نیفتد. دقیقاً مثل همانهایی که امریکا در ازای دریافت مبالغ هنگفت به ایران داده بود. امنیت صهیونیست ها انقدر برای کاخ سفید جدی است که وقتی شاه میخواست موشکی به نام لنس با برد تنها 120 کیلومتر را بخرد، امریکا مانع شد. به همین دلیل است که هیچ کدام از تجهیزاتی که محمد رضا پهلوی خرید نمیتوانست امنیت رژیم اشغالگر قدس را به طور مستقیم به خطر بیندازد. علت اینکه ایران قبل از انقلاب موشک بالستیک نداشت همین بود. اما انقلاب که شد، همه چیز تغییر کرد. انقلاب ایران قرار بود اجازه ندهد آنچه در زمان قاجار و پهلوی رخ داد دوباره تکرار شده و بخش‌هایی از کشور به دیگران واگذار شود، اما بلافاصله پس از 22 بهمن 1357 تجزیه طلبان در 4 گوشه کشور سلاح به دست گرفتند تا ایران را چند پاره کنند. کمتر از 2 سال بعد صدام هم از جغرافیای ایران سهم خواهی کرد. او لااقل اروندرود و خوزستان را می‌خواست تا مشکل عراق برای دسترسی به آب‌های آزاد حل شود. این گونه بود که به ایران حمله کرد. تهرانی مقدم در آن سالها مسئول توپخانه سپاه بود، اما مقابله با موشک‌های دیکتاتور عراق آنقدر مهم بود که مسئولیت را به شفیع‌زاده بسپارد و یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را راه اندازی کند.
پیروزی های ایران دیگر دشمن هم به اهداف اولیش در آغاز جنگ نمی اندیشید، اما از آدمی مثل صدام اصلا بعید نبود سر جنگی یکی از موشک های اسکادش که به سوی تهران و دیگر شهرهای ایران شلیک می شود کلاهک شیمیایی و یا میکروبی باشد. سپاه باید به هر طریقی صدام را از موشک پرانی به شهرهای ایران پشیمان می‌کرد. کوتاه‌ترین راه خرید موشک بود. این گونه بود که ایران تصمیم گرفت از لیبی چند فروند موشک اسکاد خریداری کند و دولت سوریه هم قبول کرد آموزش یگان موشکی سپاه را بر عهده بگیرد. به این ترتیب در جواب حمله صدام به شهرها یگان موشکی سپاه به فرماندهی حسن تهرانی مقدم هم شروع به شلیک موشک زمین به زمین کرد. از همون ابتدا معلوم بود که نمی شود برای داشتن توان موشکی فقط بر روی خریدهای خارجی حساب کرد. برای همین در یک نهضت ملی بچه های جهاد، سپاه و وزارت دفاع دست به کار شدند تا برای برقراری موازنه در جنگ موشک های زمین به زمین تولید کنند. این تلاش ها تا آخر جنگ توانست دانش ساخت راکت هایی با برد 100 کیلومتر را در ایران بومی کند. معروفترین این راکت ها که در اواخر جنگ هم بسیار به کار آمد موشک هایی بود که در ایران به کاتیوشا معروف شده بود، یعنی همان راکت های 122 میلیمتری گراد. با اتمام جنگ تازه کار تهرانی مقدم شروع شد. ماموریتی که به او ابلاغ شده بود کاملا صریح و واضح بود. او باید برای مقابله با همه دشمنانی که امنیت ایران را تهدید می کردند و در هر فاصله ای که از مرزها داشتند موشک می ساخت. تهرانی مقدم می دانست برای انجام این ماموریت هم باید موشک های کوتاه برد بسازد و هم موشک هایی با بردی در حدود 2000 کیلومتر. می دانست موشک هایش باید هدایت پذیر و در اصطلاح نقطه زن باشند، به سرعت آماده شلیک شوند، در تیراژ بالا تولید شوند، قابلیت پرتاب از روی انواع لانچرها را داشته باشند و بتوانند انواع کلاهک های تهاجمی را حمل کنند. کوچکترین خطایی از هیچ کس را گرفته نیست مطلقاً. همه با هم رفیقیم ولی کوچکترین خطایی را کسی نمی‌پذیریم. خب؟ خوب دقیق دید. رسیدن به این اهداف بلند پروازان تنها از یک مسیر ممکن نبود. برای همین سازمان تحت فرمانش را به گونه‌ای مدیریت کرد که همزمان بر روی پروژه‌هایی مثل ساخت لانچرهای بومی، تولید موشک‌های کوتاه برد، میان برد و دور برد سوخت جامد، ساخت موشک‌های میان برد و برد بلند سوخت مایع و سوخت ترکیبی، تحقیقات بر روی ساخت مواد انفجاری با ترکیبات جدید، تحقیقات بر روی ساخت بدنه‌های کامپوزیت و الیاف کربن برای سبک کردن بدنه موشک‌ها و ساخت ژیروسکوپ‌های دقیق و کوچک برای هدایت موشک‌ها فعال شوند. همه اینها به شرط تأمین بودجه کافی به دانش فراوان در فیزیک، شیمی، الکترونیک و مخابرات، متالوژی، هوافضا، الکترومکانیک و دیگر حوزه‌های علوم پایه و مهندسی احتیاج داشت. تهرانی مقدم این کارها را باید در شرایطی آغاز می‌کرد که ایران تازه از یک جنگ 8 ساله خلاص شده بود و زیر تحریم‌های شدید اقتصادی هم قرار داشت. اما او کار خود را آغاز کرد.
در مسیر ساخت موشک‌های میانبرد و بلندبرد با سوخت مایع، کار با مهندسی معکوس موشک‌های اسکات بی باقی مانده از زمان جنگ آغاز شد. نتیجه موشک‌های شهاب 1 و شهاب 2 با برد 300 تا 500 کیلومتر بود. تلاش‌ها در سال 1377 به ساخت موشک شهاب 3 با برد 1150 کیلومتر منجر شد. با این برد میشد صهیونیست‌ها را در هر زمانی که اقدامی علیه ایران بزرگ انجام می‌دهند تنبیه کرد. اما حسن تهرانی مقدم هنوز راضی نشده بود. او موشک‌هایی را می‌خواست که با طی مسافتی حدود 1500 کیلومتر و با سر جنگی حداقل 500 کیلوگرم در نهایت با خطایی حداکثر 5 تا 10 متر به هدف ثابت کند. همزمان با توسعه موشک‌های سوخت مایع، بر روی ساخت موشک‌های سوخت جامد هم متمرکز شد و پروژه بزرگ فاتح را آغاز کرد. اولین ثمرات این پروژه در سال 1381 با فاتح 110 A رونمایی شد. این موشک 200 کیلومتر برد داشت و در بدترین حالت با خطایی 600 متری به هدف ثابت می‌کرد. کمی بعد فاتح 110 B به میدان آمد. موشکی که همان میزان خطا را داشت اما میتوانست اهداف را در 250 کیلومتری نابود کند. تحقیقات ادامه پیدا کرد و به سال 1389 رسید. در این سال موشک فاتح 110 سی با برد 300 کیلومتری تولید شد، اما میزان خطایش کماکان مثل دو محصول قبلی بود. با اینکه تست ها نشان میداد فاتح A، B و C در عمل خطاهایی کمتر از میزان محاسبه شده دارند، اما تهرانی مقدم اصرار داشت موشک هایش هر طور شده نقطه زن شوند. واژه نقطه زنی اصطلاحی است که فرماندهان و متخصصان سپاه پاسداران برای انجام آنچه فرماندهی کل قوا از ایشان خواسته بودند به کار میبرند، اما در زبان همه فهم بین المللی برای مشخص شدن دقت اصابت یک موشک از CEP استفاده میشوند. CEP اختصار اصطلاحی است به معنی دایره احتمال خطا. به عنوان مثال وقتی میگویند CEP یک موشک 10 متر است، یعنی لااقل 50% موشک‌های شلیک شده از آن نوع باید به شعاع حداکثر 10 متری هدف برخورد کنند. یادمان باشد برای یک کلاهک با قدرت بالا زیاد تفاوتی نمی کند که در فاصله 5 تا 10 متری هدف ثابت کند و یا درست در کنار آن بر زمین بنشیند. به همین دلیل بچه های سپاه به این میزان CEP نقطه زنی گفتند. الان خبر دادن که دومی هم موقعیتش خیلی عالی. الهی شد. تلاش برای رسیدن به این میزان دقت به دلیل اصرارهای آیت الله خامنه ای بود.
با اینکه در ابتدا تصور می‌شد برد موشک برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، اما رهبر انقلاب تاکید داشتند مهمتر از برد دقت موشک‌ها باید افزایش بیابد. این اتفاق برای کشوری که تکنولوژی هدایت ماهواره‌ای نداشت به سادگی ممکن نبود. برای همین تهرانی مقدم تحقیقات بر روی ساخت ژیروسکوپ‌های لیزری را آغاز کرد تا سی پی موشک‌ها به 5 تا 10 متر برسد. کار چطور بود استاد؟ الحمدلله بخشی کار موفق بود، بخشی ان شاء الله فعالیت های آینده بعد بیشتر تلاش کنید که کار ان شاء الله تموم بشه. در کل کار راضی کننده بود. کل کار من فکر می‌کنم خب جهت مثبتی بود. البته توی یک فاز دیگه فعالیت ها بعد ادامه پیدا می‌کنم، فکر می‌کنم نهایتا ان شاء الله به لطف خدا موفقیت می‌رسه. این تلاش‌ها کمتر از یک سال پس از شهادتش به ثمر نشست و در 14 مرداد 1391 فاتح 110 دی با همان میزان خطای مطلوب رونمایی شد. حالا چهارمین نسل از خانواده فاتح نقطه زن می شد. تحقیقاتی که تهرانی مقدم در ساخت بدنه‌های سبک کامپوزیتی آغاز کرده بود هم پس از شهادتش و در سال 1394 نتیجه داد و باعث شد خانواده فاتح با همان دقت در اصابت برد بیشتری داشته باشند. در این سال فاتح 313 رونمایی شد. موشکی که هم نقطه زن بود و هم برد 500 کیلومتری داشت. یک سال بعد عضو جدید خانواده فاتح با نام ذوالفقار به میدان آمد. ذوالفقار موشکی با برد 700 کیلومتر و باز هم نقطه زن بود، اما این تنها ویژگیش نبود. تهرانی مقدم در همان سالهای ابتدایی دهه 70 متوجه شده بود که باید موشک‌ها را 2 مرحله‌ای کرد. با بکارگیری این فناوری، پیشران موشک پس از اتمام سوخت از کلاهک جدا می شد و کلاهک با اندازه‌ای کوچکتر که تشخیصش را برای سیستم‌های پدافندی مشکل می کرد، با سرعت بیشتری به سمت هدف می رفت. او این تکنولوژی را در زمان حیاتش با ایده خلاقانه دیگری ترکیب کرده بود، به گونه‌ای که وقتی پیشران موشک در مرحله اول جدا می شد، در مرحله بعد کلاهک با پیشران کوچک دیگری که همراهش بود با سرعت بالاتری به سمت هدف شیرجه می رفت. حالا 5 سال پس از شهادت حسن تهرانی مقدم، موشک ذوالفقار از خانواده بزرگ فاتح با بدنه سبک کامپوزیتی 2 مرحله‌ای شده بود. چند سال قبل از این یه نویسنده، یک دانشمند صهیونیست، در یه نشریه صهیونیستی نوشته بود یه چیزی که برای من عین مقاله رو آوردن. نوشته بود که من با ایران دشمنم، اما این مردی که این موشک رو ساخته در مقابلش سر تعظیم فرود میارم. اینا با وجود تحریم، با وجود این همه مشکلات، بسته بودن درهای مراودات علمی، با وجود همه اینها یه چنین شاهکاری رو درست کردن. این قضاوت دشمنان ماست. خانواده موشک‌های سوخت جامد فاتح در سال 1397 با رونمایی از موشک دسفول این بار برد 1000 کیلومتر را تجربه کرد. نام دسفول برای حسن تهرانی مقدم و یارانش همواره یادآور روزهای سخت مقاومت مردم مظلوم این شهر در برابر موشکباران صدام بود. روزهایی که با موشکهای حسن تهرانی مقدم قرار نبود دیگر برای ایرانی ها تکرار شود. حالا این دست بلند ایران بود که دشمنانش را در آن سوی مرزها تنبیه می‌کرد. درست مثل آنچه در 28 خرداد 1396 رخ داد.
در این عملیات که لیلت الغرب نام داشت، برای اولین بار 6 فروند موشک ذوالفقار به تلافی عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی، مواضع داعش در استان دیر و زور سوریه را در هم کوبیدند. این اتفاق در 17 شهریور و 9 مهر ماه 1397 هم تکرار شد. این بار موشک‌های فاتح، حزب تجزیه طلب دموکرات کردستان در اربیل و مقر فرماندهی داعش در المیادین سوریه را هدف قرار داد. اوج توانمندی های خانواده فاتح در اولین عکس العمل ایران به ترور حاج قاسم بود. این آغازی است بر پایان امریکا یا پایان حضور امریکا یا در منطقه در کشورهای اسلامی. It's like the sun rising instantaneous. That's how bright it was. The only thing I can actually come up with is that the hand of God protected us because really nobody should have lived through this. این عملیات شهید سلیمانی نام داشت و در آن موشک‌های فاتحی که تهرانی مقدم سنگ بنایش را گذاشته بود با عبور موفق از پیشرفته‌ترین سیستم پدافندی هوایی جهان یعنی پاتریوت، پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین‌الاسد را با دقت بالا در هم کوبید. طبق تصاویر ماهواره‌ای موشک‌ها درست به ساختمان‌های اسپیش تعیین شده برخورد کرده بودند. Headaches every day, horrible tinnitus or ringing in the ears, PTSD. You know, I'll be willing to admit that. I still have nightmares. عملیات موفق بعدی نابودی مرکز جاسوسی موساد در اربیل و در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1400 بود. هرچند در منابع رسمی اعلام نشد در این عملیات چه موشک‌هایی استفاده شده، اما با شناختی که کارشناسان نظامی جهان از دقت و قدرت این موشک‌ها دارند، با اطمینان خبر از استفاده موشک‌های نسل فاتح در این عملیات دادند. قدرت و دقت بالای موشک‌های فاتح یک بار دیگر در رزمایش پیامبر اعظم 17 خود را نشان داد. در این رزمایش فرماندهان نظامی تصمیم گرفتند حمله به سایت هسته‌ای دیمونا در سرزمین‌های اشغالی را شبیه‌سازی کنند تا کوچکترین تردیدها از دقت و برد موشک‌های خانواده فاتح از بین برود. برای این اتفاق موشک‌های ذوالفقار و دسفول باید با طی مسافتی واقعی ماکت تأسیسات دیمونا را که در اندازه‌های یک به یک ساخته شده بود نقطه زنی می‌کردند. این عملیات آزمون توانمندی پهپادهای نیروی هوافضای سپاه هم بود. نتیجه برای کارشناسان نظامی جهان شگفت‌انگیز بود. خیبرشکن غافلگیری بعدی خانواده موشک‌های فاتح در کمتر از 2 ماه پس از رزمایش پیامبر اعظم 17 بود. سلاحی مرگبار با سر جنگی قدرتمندی که با طی 1450 کیلومتر می‌توانست با خطایی کمتر از 5 متر هر هدفی را نابود کند. بار رونمایی از یک موشک بر روی لانچر نبود.
شهری زیرزمینی و مملو از موشک‌های خیبرشکن در برابر چشم دشمنان ایران به نمایش درآمد. به کارگیری موشک‌های خیبرشکن در واقع این توانمندی در مجموعه ایجاد شد که اولا به واسطه اینکه وزن این یک سوم شده بسیار چابک تاکتیکی و در بکارگیری خیلی امکان خوبی برای اون فراهم شده. زمان آماده سازی و شلیک در موضع عملا به یک ششم کاهش پیدا کرده و از موادی که در سرجنگی موشک‌ها استفاده شده قابلیت اون به چند برابر TNT افزایش پیدا کرده و در واقع با شرایط جنگ‌های امروزی توانمندی که به ما اضافه شده در واقع ما می توانیم با استفاده از این نوع موشک‌ها که در فاز نهایی قابلیت مانور پذیری داره اهداف خودمون رو با احتمال بسیار بالا انشالله مورد ثابت قرار بدیم. خیبرشکن همانطور که از نامش هم پیدا بود دیگر تمام سرزمین‌های اشغالی با CEP کمتر از 5 متر در تیررس موشک‌های ایرانی است. من فکر می‌کنم تا یه حد زیادی دقیق هستش این موشک که برای اولین بار رو نمایی شده. ظاهراً مدتی هست که وارد خدمت شده، تصاویر هم اینطور نشون میده که به تعداد قابل توجهی تولید شده، روی کامیون‌های خاصی آماده پرتاب هستن در تونل‌های زیرزمینی. و خب از زمانی که ایران موشک فاتح 110 و موشک سوخت جامد فاتح 110 وارد خدمت کرد و چندین نسل اون رو تولید کرد، به نظر میرسه که به اون اعتماد به نفس سپاه رسیده که انواع کوچکتر و حالا بزرگتر همون موشک رو به تولید برسونه برای بردهای بیشتر. الان به برد 1450 کیلومتر ادعا شده رسیدن، احتمالاً انواع حتی بزرگتر این موشک رو هم میتونن تولید کنن با بردهای خیلی بیشتر. ولی نکته قابل توجه در این موشک خاص من فکر میکنم به غیر از مسئله نقطه زن بودنش و سرعت بالای کلاهک جدا شوندهش، مسئله اسمش هست. اسم خیبرشکن من فکر میکنم بیشتر از اینکه اشاره به جنگ بین مسلمانان و یهودیان باشه، اشاره به قلعه های خیبر هستش که 7 قلعه خیبری که در اون محل جنگ بودن، 3 از اون قلعه ها قلعه های بسیار مستحکم بودن و به نظر من فرم سر جنگی موشک و اسم موشک نشون میده که این برای نابود کردن اهداف مستحکم طراحی شده. و صحبت های فرمانده نیروهای سپاه هم که سر جنگی قدرتمندی داره، من فکر میکنم اشاره به این باشه که احتمالا از ماده مفجره PBX استفاده شده که میتونه در ترکیب با یک نوع پلیمر استحکام بسیار زیادی پیدا بکنه و بتونه به هدفهای مستحکم نفوذ بکنه و بعد مفجر بشه. حسن تهرانی مقدم در آبان 1390 به شهادت رسید. مردم ایران در حالی او را به خاک وطن سپردند که با عمل به وعده‌هایش به بیشتر آرزوهایش دست یافتند. او قول داده بود دستی بلند برای ملت شریف و مظلوم ایران بسازد که دشمنانش را صدها کیلومتر دورتر از مرزها سر جای خودشان بنشاند. همانهایی که می‌خواستند باز هم نقشه ایران از آنچه که هست کوچکتر شود. با همه اینها در تمام پروژه‌های تحقیقاتی حسن تهرانی مقدم، جغرافیای رژیم اشغالگر قدس هدف نهایی بود. و
او با نگاه دقیقی که در اجرای پروژه‌های دفاعیش هم بود می‌دانست صهیونیسم نه فقط ایران که همه کشورهای غرب آسیا را تجزیه شده، ضعیف، بی‌خاصیت و در جنگ دائمی با یکدیگر می‌خواهد و تا هست کسی در این سوی عالم آرام نخواهد گرفت. برای همین وصیت کرده بود بر روی سنگ مزارش حک شود که اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند. یاد گرفتیم بچه ها کارهای بزرگ، بچه ها مسیر دشوار رو، بچه ها با سلامت و استقامت، بچه ها با اراده آهنی، بچه ها میشه فرد خشم میشه کرده.